أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه فرمایشی میتونیم بگیم همه انبیا با مردم داشتن، یه فرمایشی همه انبیا با مردم داشتن، اونجا نسبت خودشونو با خدای متعال مشخص میکردن. حالا نمونش رو عرض میکنه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، داستان حضرت نوح را برای این مردم تلاوت کن. بچون فرمایشاتشون میکنن، اینجا خلاصه از فرمایشات ایشون نقل میکنه. بعد میفرمایند که فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ، اگر حرف من رو نپذیرفتین، با پشت کردین به من، فما سألتكم من اجر، من از شما اجر درخواست نکردم. من اومدم به داد شما برسم، یه طبیبی هستم، آمدم برای معالجه شما، از شما هیچ مزدی نخواستم. فین تولیتم، اگر پشت کردید، فما سألتكم من اجر، من از شما اجر درخواست نکردم. این اجری الا علی الله، اجر من بر خداست. این اجری الا علی الله و امرت ان اکون من المسلمین، و او به من امر فرموده است که من از مسلمانان باشم. یا دو تا نکته مهم هست، این اجری الا علی الله هست، و دیگر این که فرمود به من فرمود که من مسلمان باشم. اینو چه ایشون میفرماید با مردم قوم خودش؟ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یه حرفی رو حضرت نوح با قوم خودش فرموده بود، شما این حرف رو به این مردم خودت هم بگو. برای اینا داستان حضرت نوح رو بگو که اونا با حضرت نوح چقدر بد رفتار کردن، چقدر آزار دادن. این دیگه اواخر اون دورانیست که اینا دارن آزار میدن و باید دو روز دیگه، ده روز دیگه به ثمره اعمال خودشون برسن، غرق بشن. این اون وقته. ما میگیم که، یعنی قرآن میفرماد، میفرماد که 950 سال حضرت نوح با مردم کلنجار رفته. گفتن باید صبر کنی، هر کاری کردن صبر کنی. چشم، هر کاری کردن ایشون صبر کرده. بعد فرمودن که خب دوران اینا دیگه تموم شد، خودشون هم فرمود که خدای دیگه تموم شده، نسلی بعد از این به سلامت به دنیا نخواهد آمد. جوری اینا جامعهشون رو خراب کردن که دیگه فرض نداره نسل بعدی سلامتی باشد. حالا اینا مقدمات برای اون عذابی که خواهد آمد و همشون رو برباد خواهد داد. میخوام عرض کنم که حالا مثلا گفتن 2500 سال ایشون عمر کرده، حالا
اینو گفتن، قرآن اینو نداره. قرآن فقط دوران رسالت ایشون داره که هزار منهای 50 سال، 950 سال ایشون داشته مردم حرف میزده، دعوت میکرده، میکوشته برای تربیت اونا، که سرانجام هم گفتن مجموعاً 80 نفر از اون اولین دوره است که بشریت به یک تمدن رسیده. کشور داره حالا، قبل از این سطح اعلای مثلا جوامع بشری دهات بوده، یک کمی دهاتای بزرگتر بوده، کوچکتر بوده، و تا به عصر ایشان رسیده و در عصر ایشان بشریت به شهرنشینی رسیده. ایشان فرستاده شده است برای تربیت شهرنشینانی که اولین دوران در دورانهای تمدن بشری، اولین دورانی که به شهرنشین رسیدن، دورانی است که حضرت نوح آمده و کوشید است برای تربیت اینها. من سرانجام از میان همه جمعیت بشری 80 نفر به ایشون ایمان آوردند. و اینو میخوام عرض کنم، یعنی بعد از 1000 سال که ایشون زجر کشیده در راه ایشون، 1000 سال، 1000 سال شوخی نیست. شما اگه معلمی کرده باشین، 1 سال معلمی آدمو پیر میکنه. خیلی سخت گذشته به ایشان. این زجری که در انجام فرمان الهی ایشان کشیده است، حرف اینه. ایشون اوائل دوران دعوت خودش، اوائل دوران پیامبری و رسالتش، میفرمود این اجری الا علی الذی فطرنی، مثلا این اجری الا علی ربی. این آخر داره میگه این اجری الا علی الله. این نکته رو اگه ما بفهمیم 1000 تا حرف فهمیده. تا بعد برسیم به آنچه که میخوایم حرف اصلی عرض کنیم. الا علی ربی اگر بگن، یعنی یکی از اسماء الهی است. رب یکی از اسماء الهی است. الا علی الذی خلقنی اگر بفرماد که اجر من بر خالق منه، اونم یکی از اسماء الهی است. اگر بفرماد الا علی الذی فطرنی، باز دارد یکی از اسماء الهی را میگوید. خب این یعنی چی؟ ایشون داره میگه من تحت، دقت کنید، تحت تربیت اسم خالقم، تحت تربیت اسم ربم، او به من اجرم و میده، من برای اون دارم زحمت میکشم، از او اجرم را دریافت خواهم کرد. خدای متعال چند تا اسم داره؟ ما هم مثلا یه وقت میگیم 1000 مثلا یک اسم داره. بابا شما فقط یک اسم را میشناسی. به ما هیچ ربط نداره ها. ما هیچ چی نمیشناسیم. اونا که خدا را میشناسند، ایشان خدای را از دریچه خالقیت میشناسند. یه ذره حرفش سخته، حالا اگر خدا کمک بکنه شما همت کنید برای فهمش. اما در پایان دوران ریاضت 1000 ساله ایشان، 1000 سال ریاضت کشیده، حالا عوض شده، تحت تربیت اسم اعظم قرار گرفته. حرف اینه. من نفهمیدم، من بی نداره. ایشان در ابتدا، در ابتدای راهش میگوید من خالقم را میشناسم، من ربم را میشناسم،
یکی از اسماء الهی مربی اوست. بعد در پایان دوران رسالتش میگوید اجرم رو من از خدای تبارک و تعالی میگیرم، یعنی از اسم اعظم. الله اسم اعظمه. من تحت تربیت اسم اعظمم. تا حالا تحت تربیت یک اسم از اسماء الهی بودم. حرف خیلی مهمه ها، اگه فهمیده بشه خیلی مهمه. من تحت تربیت یک اسم بودم از اسماء الهی، خلقنی، فطرنی، ربی. حالا اومدم در تحت تربیت اسم اعظم الهی. این دقت کنیم، بالاترین مقامی است که یک انسان به آنجا میتواند برسد. این بالاترین مقامی است که یک انسان میتواند به آنجا برسد. بر ما که هیچ خبری نیست، هیچی نیست. یعنی حتی صفر هم شاید تو این مقام نیست. حرف اینه، ما میخواستیم در مورد پیامبر خودمون صحبت کنیم. مثال زدیم، مقایسه کردیم با حضرت نوح علیه السلام، که این تغییر مقام، تکامل مقام، تکامل مرتبت، بالا رفتن مرتبت رو در حضرت نوح دیده ایم. قرآن داره میگه ایشون ابتدا فقط تحت تربیت یک اسم از اسماء الهی بوده، حالا در تحت تربیت اسم اعظم الهی است که فاصلهش اصلا قابل فهم نیست. چقدر بین این دو مرتبت و مقام فاصله است. حالا در مورد پیامبر خودمون این ایشان میفرماید که ببینید این خیلی حرف بزرگیه. پیامبر ما فرمود ان ولی الله، ان ولی دوتایه، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. سوره اعراف. ولی من، اینو کی میگه ایشون؟ همیشه عمرش همینه. آن چیزی که دقت کن، آن چیزی که حضرت نوح بعد از هزار سال ریاضت و زجر به آن رسیده است، این است که به ولایت الهی رسیده، این رفته در تحت ولایت الله، رفته تحت ولایت الله. ایشون می فرماید که ان ولیی الله. نوع سخنم نوع سخنی است که درش انحصاره. چرا؟ چرا؟ نه، ان الله ولی. این انحصار میفهمونه. هیچ موجود دیگری، ولو اسماء درجه دوم الهی، اسم درجه اول الله، درجه دوم دارین، درجه سوم دارین، مراتب داره اسماء. اسماء الهی مراتب داره. مثلا رب اگر گفته شد این یه اسم بلند مرتبه است، زیرش 10 تا اسمه. اگه شما در تحت ولایت یکی از اون اسماء درجه سوم بودی، او دو تا مقام دیگه بلندتر وجود داره. ایشون از ابتدا در تحت ولایت ان ولیی فقط، هیچ ولی دیگری من ندارم. ان ولیی الله. خب الذی نزل الکتاب. این دو تا نکته ای که در تتمه آیه وجود داره اینا رو عرض کنیم.
ان ولی الله الذی نزل الکتاب، داره خدای تبارک و تعالی، خدایی که رب اوست، داره معرفی میکنه ایشون. اون کیست؟ اون همون کسیست که این قرآن رو نازل کرده. این قرآن راه و رسم رسیدن به ولایت الله است. هر کسی جدی به این عمل کند میتواند به همان جا که من رفتم بیاید. معلومه؟ ان ولی الله الذی، بینید اصلا ان ولی الله جمله تمامه. ولی انحصاری من الله تبارک و تعالی است. اسم اعظم من تر تحت تربیت اسم اعظم الهی هستم. یک. و هو یتولی الصالحین، جمله دوم. و او متولی صالحان است. همه صالحان در تحت ولایت او هستند. این آیه تمام. ان ولی الله و هو یتولی الصالحین، ولی من الله تبارک و تعالی است و او ولی همه صالحان است. خب الذی نزل الکتاب یعنی چی؟ مثل اینکه جمله داخل پرانتزه. آی مردم بدونید شماها میتونید بیاید اینجا، نه یعنی به مثل ایشون بشینا، اما آنجا که ایشان است میتوانید بیایید. خب حالا من نمیخوام بیاید آدم یا تحت ولایت شیطانه یا تحت ولایت الهیست. سوم نداریم ما، درجه داره اما سوم نداره، یا ولایت شیطانه یا ولایت خداست. این کتاب رو اگر شما مواظبت کنید، دقت کنید، عمل کنید بهش، همه تون میاید در تحت ولایت الهی، به همون اعلی درجه ولایت میتونید برخوردار بشید. یا تو ماشی وقتای دیگه بحث ولایت رو عرض کردیم، قرآن داره میگه الله و ولی الذین آمنو، این یه نوع از ولایته، یعنی یه بندهی در تحت ولایت الهیست، این میشه ولی، این بنده میشه ولی. یه ولایتی هم هستش که ما میگیم اشهد ان علیان ولی الله، ما میخوام بگیم که امیرالمومنین ولی ماست. ولی ماست یعنی چی؟ اینو اولو الامر، ولایت به معنای اولو الامر. ما پیغمبر رو اولو الامر میدانیم، بعدش هم امیرالمومنین میدونیم، هیچ کسی دیگر هم قبول نداریم، نیست اصلا. ولایت مال پیغمبر، خدا، پیغمبر، امیرالمومنین. اشهد ان علی ام ولی الله معنیش اینه. اما الله ولی الذین آمنو چی؟ این از این نوع ولایت داره صحبت میکنه. آدم یا تحت ولایت شیطانه یا خداست. ولایت شیطان اون وقتی است که گناه میکنه. قرآن داره بود انهم اتخذوا از شیطانه ولی، یک کسانی هستند که شیطان را ولی انتخاب کردند. شما میتونی این ولی انتخابی خودته، میتونی انتخابش کنی، میتونی شیطان رو ولی خودت انتخاب کنی، میتونی الله رو ولی خودت انتخاب کنی. اون وقتی آدم ولی شیطان انتخاب کرده است، داره گناه میکنه. گناه که میکنه، دروغ که میگه، غیبت که میکنه، به نامحرم داره ظلم میزنه، اون وقتی که در تحت ولایت شیطانه. اون وقتی که توبه میکنه، اون وقتی که کار درست میکنه، اون وقتی که کار درست میکنه، اون وقت در تحت ولایت الهیست. عرض کنم البته درجات داره. خب اینجا چی میفرمان؟ ان ولی الله، مسلم، قطعا، مسلم، قطعا، منحصرا ولی من خداست، الله هست، اسم اعظمه. من به هیچ اسم دیگری دل
نمیبندم. یه جا فقط دلبستگی دارم، اونم به اسم اعظم است. این عرض کردن بالاترین مقام یک انسان است. هیچ کسی دیگری اینجا نیامده است. آنجا که ایشان رفته است هیچ کسی دیگری نیامده است. خب بعدم فرمودن که خب راهش هم همین قرآن. شما که تو قرآن رو عمل کنی، قرآن میگه غیبت نکن نکنی، قرآن میگه که دروغ نگو نگی، اینجا راهش به اینجا میرسه. بستگی داره به همتش. وقت تو همین دروغ غیبت آدم میمونه، خب البته خوبه، یه درجه ای رو رسیده، اگه یکم بالاترم رفت، یکم بالاترم رفت، آقا بین یک و دوش هزار فرسنگ است. بین درجه یکش که اون ترک گناهه و درجه دوش که مثلا چیه؟ هزار فرسنگ است. اونجا شما اینقدر از اون ولی خودت بهره‌مند میشی. این نکته رو عرض کردم دیگه، یا شما ولیت شیطانه یا ولیت خداست. اون ولی شیطان تمام کارش دزدی از شماست. دقت کنید، تمام اولیایی که غیر خدا هستند، البته یعنی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اونا اگه ولی شما شدن اونا مثل خدان، اون تو همون رشته است، کار به اون نداره. اگه ولیت خدا هست همش داره به تو میده. شیطان همش داره از تو میدوسه. لذا ماها خدا نکنه البته انشاءالله روز قیامت یخی شیطونه میگیریم. این همه تو بلا سر من آوردی. من کاری نکردم، من فقط یه چیزی میگفتم، در گوشه تو یه وزوزی میکردم. خب حرفو گوش میکردی، باز گوش نکنی. من کاری بیشتر اصلا نمیتونستم بکنم. من فقط میتونستم یه چیزی بگم، پشت بلندگو میگم، هزار نفر میشنون، هزار نفر هم نمیشنون. خب تو چرا شنیدی؟ میخواستی نشنوی؟ دنبال صدای من، دعوت من نیایی. خب خیلی مهم بود. همه، حالا اگر فرض کنیم همه، میگیم همه، همم اگر بگیم تحت شیطانه. یعنی اگر مثلا یه دولت طاغوتی باشه بر سر آدم مثلا سوار باشه، خب اونم داره از من میدزده. هر کی غیر خدا باشه، ولی من باشه، از من داره میدزده. من دارم از دست میدم خودم، جوونیمو، سلامتمو، خوشبختی های بی نهایت هم رو و بشمارید که اصلا اندازه ندارد، بی حد و مرز از من می دزدد. اون طرف همش عطاست، در تحت ولایت الهی همش عطاست. خب ایشون می فهمن که هو یتولی الصالحین. الله، اگر تو میخوای در تحت ولایت الله باشی، در تحت ولایت هر اسمی از اسماء الهی باشی، همینه ها، اما در تحت اسم اعظم باشی میشه اعظم. در تحت اسم اعظم باشی یعنی ولایت اسم اعظم بر سر شما سایه افکنده باشد، این بیشترین حد عطا و مرحمت رو داره. اونایی که به راه آدمیت رفتن خودشون میکشیدن، میکشتن به اینجا برسن، میکشتن.
چرس کردیم هوا یا تولا صالحین، او ولایت صالحان را به عهده دارد. یا تولی، تولی میکند، متولیه. ما متولی داریم تو زبان فارسیه، او متولی صالحان است. صالحان چیه؟ بحث روز چهارشنبه گذشتمون اگر خاطرتون باشه، صالحان شروع میشه از اینکه رفتار و اعمال آدم درست باشه. اگه رفتار و اعمال آدم درست باشه میگن این عمل صالح میکنه، مرتبه اوله. اگر رفتار و اعمال آدم درست باشه میگن او عمل صالح میکنه. در نتیجه اعمال صالح، نه یه روزا، عمری عمل صالح، خود آدم میشه صالح. خاصیت اعمال تغییر ماهیت انسان است. این دقت کنی؟ مثالا مکرر عرض میکنم، من عمل گرگی میکنم، این مردم رو میدرم. حالا مثال، اگه شما مردم رو میدری شما میشی گرگ. اول عمل گرگی میکرده ای، سپس میشوی گرگ. قرآن داره که آدمیزاد یه مجونیه، که یه موجودی که از گرگ هم بدتر میشه. حالا اون کار نداری؟ سه تا چیز گفتن، انسانیت، حیوانیت. میگن اول انسان میشه شبه حیوان، بعد میشه حیوان، بعد میشه بدتر از حیوان، بعد میاد آدم میشه از حیوان پایین تر. چی رو داریم؟ میگن میشه مثل نبات، بعد میشه از نبات بدتر، بعد میشه مثل جمادات. قرآن داره که اینا قلباشون از سنگ بدتره، این از سنگ بدتر، این از سنگ هم پستر میشه آدم. اینقدر آدم جا داره در جانب منفی، وقت از اون طرف اینقدر جا داره در جانب مثبت، اگه همت کنه، اگه همت کنه. یادتون باشه عرض کردیم که اون آقا مثلا حالا با مقدماتش مثلا کوشیده بود که روح مثلا بعضی از بزرگان رو احضار کن. حالا به اصطلاح امروزی که من احضار رو میگن، یعنی ارتباط با ارواح، نه احضار، ارتباط با ارواح. ایشون گفته بودن که من همه بزرگان از علما رو میتونم باشون ارتباط برقرار کنم جز دو تن، این دو تن رو دستم نمیرسه. چرا؟ چون اینجا همیشه در محضر امیرالمومنین هستن، اونجا دست نمیرسه هیچ کس. یعنی فرمود که هر کس این راه رو بره میاد پیش ما، همونجا که ما هستیم میاد. اینجوری ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. همین قرآنی که تو دست شماست، همین، عجیب غریب هم نیست. باز کن ترجمهشو بخون، همین نجاتت میده. مثلا دو تا سه تا آیه بعد میگه اگر یه وقت شیطان اومد به سراغ شما یه وسوسه کرد، به خدا پناه ببرید. فاستعذ بالله انه سمیع علیم. یه دعایی در تقریب نماز صبح هستش، اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون ان الله هو السمیع العلیم. اینجا مفهوم انه هو السمیع العلیم. مثلا
یه درسه. هر وقت خطر شیطانی پیش اومد، یعنی یک خیال شیطانی اومد، نذار خیال بیاید. میاد اینجا جا خوش میکنه. خیال شیطانی میاد جا خوش میکنه. اگر جا خوش کنه، عمل میاد به دنبالش. عمل شیطانی میاد، خیال شیطانی میاد، بعد عمل شیطانی میاد. عمل شیطانی اومد، سرانجامش آدم میشه شیطان، خودش میشه شیطان، از شیطان بدتر، آدم از شیطان بدتر. قرآن میگه شیاطین الانس والجن، اون شیطان از جنس جن، شیطان انس، شیاطین الانس والجن، مهمتر اسمش اول آوردن. حالا اگر ما همت کنیم ولو ذره ذره، آقا نصف را هم بری خیلی ها، اگه نصف را هم بری، ثلث را هم بری خیلی، اون بهشتی که برای آدمی که ثلث راه رفته هست، اصلا به خاطر اون کسانی که اول راهن اصلا به خاطرشون نمیرسه، اصلا نمیتونن تصور کنن چیست اون بهشت. کسی که نصف راه رفته، بهشتی که برای او هست، اصلا به خاطر اون ثلث راهی اصلا به خاطرش نمیرسه. اون کسی که همه راه رفته، رفته هم نشین امیرالمؤمنین شده، یا تو مشهی باز مکرر عرض میکردیم، به میثم فرمود، به میثم فرمود که تو رو میخواهند که از من براعت بجویی. گفت نه نمیکنم آقا. فرمود که دست تو را و پای تو را قطع میکنن، زبان تو را قطع میکنن. باشه، این سبکه، چیزی نیست. چه آدمی باشه، چیزی نیست در راه شما. بعد فرمود که تو اون وقت تو با منی، اگر این دوره رو بگذرونی تو با منی، در مقام منی. مقام منی یعنی چی؟ پیامبر در دقت کنی، در مقامی است که حضرت نوح بعد از هزار سال به آنجا رسیده است، اونم تو به اونجا برسی، تا اینکه به اونجا باشی. تو اونجا برسی، تا اینکه اونجا باشی، اصلا اونجا خونته. مقام پیامبر اصلا در تصور هیچ کس نمی کنید. هیچ کس. و یه خیالی، یه خیال کوچکی از آن در ذهنمان وقتی توضیح بدیم کاملا بفهمیم، یه خیال کوچکی میاد. البته اینو داشته باشین، این 14 تن چی آقا؟ 14 تن چی؟ همه مثل همه. قرآن نگفت انفسنا و انفسکم. امیرالمومنین رو خود ایشان شمرد. خودم رو میرم میارم، ما میریم خودمونو میاریم. خودمونو میاریم یعنی چی؟ بعد رفت علی رو آورد. این خود منه، همون جای خواهد فهمیدی؟ این 14 تن در ماورای این هیچ کس نیست، هیچ کس نیست. همه اون انبیا و اولیا، شعر عربی داره خیلی ممتازی، یادم نیست، برات نیست. التماس به این درگاه میکنند، همه چون متوسلند، همه چون متوسلند. یه عبارت هستش میگم که همه به شفاعت محمد و آل محمد محتاجند.
صلی الله علی محمد. این به شفاعت محتاجن، نه از این شفاعت هایی که ما محتاجیم. ما محتاجیم به شفاعت برای گناهانمون، نقصامون، عیبامون. وقتش که کی بداد میرسه این شفیع، کی بداد آدم میرسه، شفیع کی بداد آدم میرسه، ممکنه 1000 سال بعد بیاد، نوبتت نرسه. اینقدر هستن قبلا، بستگی دارد به همت خودت که چقدر اون شفیع، این شفیع که برای ما برناس بیاد و انشالله بیاد مثلا برای شفاعت گناهان ما. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، این مدار خیلی خوب، خیلی خوب گریه میکرد. یه سفر از قم تو تهران میمدیم، با کمازی از قم تو تهران داشت گریه میکرد. گریه ها، نه از این گریه ها. گفته بود که 2 ماه بعد امام حسین اومد. اومدم پیش خودش، خیالات نکنه یه خواب خوب دیدی میشه آدم خیالات میکنه. نه، اون عالم عالم حقیقت هست. چقدر از حقیقت برخورداری. حالا چه عرض میکردی؟ آن 14 تن، بله، یه شفاعتیست که همه عالم محتاجن، همه عالم محتاجن. مثلا روز اول، روز اول اگر به داد فرشتگان نرسیده بودند، حالا اونجا مثلا عبارت امیرالمومنین اگر به داد فرشتگان نرسیده بود، برباد فنا رفته بودند. جبرئیل، خدا متعال از جبرئیل سوال کرده است که جبرئیل تو کیستی، من کیستم، تو توی منم منم، تو توی منم منم، یعنی چی؟ این نگو، دیگه اینو نگو. گفت تو رب جلیلی، منم عبد ذلیل. این بار گفت. این میشه شفاعت. بر جبرئیل هم شفاعت کرده است، واسطه شده. خب بر همه عالم اونا واسطن. در اون وساطت همه محتاجن. این وساطتی که اون یکی که گفتیم، اون محال مال ماهاست که فرمود، که پیغمبر فرمود که من شفاعتم را برای اهل کبیره، اهل گناهان کبیره ذخیره کردم. باز این هی مکرر براتون عرض کردم، یه دعای مستجاب هر پیغمبری داره. گفتم اینو براتون، یه دعای حتما مستجاب، هیچ برو برگرد نداره. خب مثالش عرض کردم که حضرت عیسی علیه السلام این دعا رو گذاشتن برای اینکه از آسمان مائده درخواست کرد برای حواریونش. از آسمان سفره آمد، غذای آسمانی آمد براشون، دعاش مستجاب شده. یه دعای مستجاب داشت اینجا، ایشون فرمود نه، من دعا رو خرج نمی کنم، میذارم قیامت. انشالله ما میریم زیر اون دعا انشالله و سایش بر سرمون. اگه همت بیشتر بکنیم از اون شفاعت برخوردار میشیم. دست شما رو میگیرم، هی قدم به قدم میبرم تا السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.